نوت پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران. ولا ولا قوة إلا بالله. العلي الله أكبر. الله أكبر. الله دیگر بنیانگذاران شهید سازمان، جای سعید و اصغر خالی، به ویژه جای حنیف بزرگ، نخستین راهبر، راهگشا و مسئول اول من و همه مجاهدین، بالا بلند دلبر گلگون عذار من.
شیراهن کوه مرد، برجسته ترین رجل انقلابی تاریخ معاصر ایران، مربی و مرشد همه مجاهدان، کجاست که شکوفایی بذری رو که کاشته و بالندگی کشت و زرعی رو که پی افکنده ببینه و غرق شگفتی بشه؟ مجاهدان اشرف به اتفاق آرا، خواهر مجاهد زهره اخیانی را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران برگزیدند. رأی‌گیری می‌کنیم برای مسئول اولی خواهر مجاهد زهره اخیانی به مدت 2 سال. موافق؟ خب میتونید دستاتون بیاریم پایین. مخالف؟ ممتنع؟ تصویب شد. پایان شور سوم، یعنی رأی‌گیری نهایی، به میمنت و مبارکی خواهر مجاهدم زهره اخیانی رو به عنوان مسئول اول سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران معرفی میکنم.
قبل از هر کس باید به خانم مریم و در اینجا به مژگان تبریک گفت. اشرف در کانون استراتژیکی نبرد با دشمن ضد بشری در برابر قرآن و کلام خدا و در برابر راهبری عقیدتی مجاهدین و در برابر جمع مجاهدین سوگند می‌خورم که به الزامات و تعهداتی که این مسئولیت به عهده‌ام گذاشته پایبند باشم و برای برداشتن بار آن تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم تلاش کنم. مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران خانم زهره اخیانی 48 سال دارد و در شهر شاهرود به دنیا آمده است. خانم اخیانی با 32 سال سابقه حرفه‌ای تشکیلاتی از مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران است. وی در فروردین 1368 از معاونان هیئت اجرایی سازمان بوده است و در آبان 1370 به عنوان عضو هیئت اجرایی برگزیده شد. خواهر مجاهد زهره اخیانی در مرداد 1372 به عنوان کاندیدای شورای رهبری مجاهدین و در پایان همین سال به عنوان عضو شورای رهبری معرفی شد. او در سالهای 1376 و 1377 نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را به عهده داشت. خواهر مجاهد زهره اخیانی
در مهر ماه 1380 به عنوان همردیف مسئول اول سازمان معرفی گردید و تا سال 1390 همین مسئولیت را عهده‌دار بود. معرفی خواهران مجاهد، فائزه محبتکار، معصومه ملک محمدی و زهره قائمی به عنوان همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. همونطور که در آیین‌نامه هم اومده و همه شما میدونید، سرشاخه ها و مسئولان نیرو هم در اینجا و هم در سایر کشورها معاونان مسئول اول هستند. علاوه بر این، من میخواستم خواهران مجاهدم، فائزه محبتکار، معصومه ملک محمدی و زهره قائمی رو هم به عنوان همردیف مسئول اول معرفی کنم. از پایداری و استحکام صفوف مجاهدین و تشکیلات مجاهدینه، همون بنیاد فولادین، بنیان مرصوص که برادر پارسال در نشست‌های ماه رمضان با اعضا و کاندیداهای عضویت سازمان توضیح دادن. برای اطلاع مردم ایران و به ویژه زنان سرکوب شده ایران میگم که سازمان مجاهدین خلق ایران امروز
در مجموع در اینجا و کشورهای مختلف جهان 16 همردیف مسئول اول داره که 6 مسئول اول پیشین و 2 جانشین فرماندهی ارتش آزادی بخش در اون سالها در شمار اونها هستند. 16 زن انقلابی مجاهد خلق که به کوری چشم دشمن با برادران و خواهران مجاهدشون این پایداری و این دستاوردها و این پیروزی ها رو تونستن محقق کنن. البته همه ما میدونیم که خرمریم از سالها پیش میگفتند صفی تا تهران و در زمان مسئول اولی مژگان هم و بعد از اون هم پیوسته تأکید میکردند که هر مجاهد خلق اعم از خواهر و برادر خودش بایست یک مسئول اول باشه و خود رو به چنین مداری از مسئولیت و مسئولیت پذیری ارتقا بده. البته من درباره خودم هم فقط با همین حرف خواهرمریم به عنوان یک عضو سازمان مثل دیگر خواهران و برادرانم به خودم جرأت دادم که این مسئولیت رو با کمک یکایک شما و همچنین بقیه خواهران و برادرانم در هر کجا که هستند بپذیرم. سازمان مجاهدین خلق ایران، انتخاب مسئول اول، شور اول، 14 مرداد 1390.
سازمان مجاهدین خلق ایران، انتخاب مسئول اول، شور دوم، 8 شهریور 1390.
سازمان مجاهدین خلق ایران، انتخاب و تحلیف مسئول اول، شورای نهایی 11 شهریور 1390. در تقارن فطر رهایی و در آستانه 47 سالگرد تأسیس سرمایه کنونی تاریخ ایران، یعنی سازمان پرافتخار مجاهدین خلق، اجازه بدین قبل از هر چیز درود بفرستیم به بنیانگذاران سازمان، حنیف کبیر، سعید محسن و اسخر ودیزادگان، و سپس درود بفرستیم به برادر مسعود، راهبر عقیدتی مجاهدین و شیر بیدار ایران زمین، به کسی که این نهال رو سالها آبیاری کرد تا یک نام به پیکره واحد تبدیل بشه، از فتنه ها و توطئه ها و همه دشواری های راه عبورش داد تا اینک حاصل اون همه خون و رنج آنچنان به بار نشست که به گواه دوست و دشمن دژی شکست ناپذیر در مقابل دشمن و شرفی برای مردم ایران شد. و در نهایت درود می‌فرستیم به کسی که شاخص فدا و سرخترین رگ تاریخچه مجاهدین است، کسی که 26 سال بی دریغ نثارمان می‌کند با رنج و مرارت و جوششی وصف ناپذیر، همان اشرفی اول که امروز به یمن وجود او این چنین سرفرازیم. بگذارید حالا از خودم بگم. در روزهایی که در اوج خوشحالی و شعف مجاهدین بودم و بیش از هر زمان به سازمان و به همه بچه‌ها و به بودنم در اشرف و در مجاهدین افتخار می‌کردم، بعد از نشست شورای اول شورای رهبری دچار سخت‌ترین لحظات و کشاکش‌ها شدم که تا همین الان هم ادامه داره. چند روز پیش از خدا خواستم که چشمان مجاهدین رو به ارزش‌های درخشانی که در سازمان هست و من به عیان اونها رو می‌بینم باز کنه و اونها در انتخاب مسئول اول به من رأی ندن. ارزش‌هایی که در وجود همه خواهرانم و از جمله فائزه، زهره قائمی، پروانه شهابی و همه کسانی که همین الان این بالا بودن و بقیه وجود داره و من به جد خیلی اونها رو ندارم. از اینکه در این روزها برخلاف همه شما من ناراحت هستم، خیلی به هم ریختم، ولی واقعیت اینه که بار این مسئولیت و حتی بار این نام برایم بسیار بسیار سنگینه و از توان و ظرفیت ایدئولوژیکیم خارجه و ای کاش اون رو بر دوش من نمیگذاشتید. برای من تنها و تنها عضویت در سازمان افتخاری ابدی است و خدا کند که شایسته و لایق اون باشم. ولی حالا که شما این کار رو کردین، به اعتبار خرمریم، به اعتبار مشگان، به اعتبار صدیقه و به پشتگرمی تک به تکتون مسئولیت میپذیرم، ولی ازتون درخواست کمک دارم، چون خودم رو بسیار زیاد به دور از ارزش‌هایی میدونم که در این جایگاه قرار گرفتم. بگذارید خودم رو به توصیه مژگان خودم رو رها کنم و در این فرصت خیلی کوتاه از دو نفر براتون حرف بزنم، از مژگان و صدیقه و از چیزهایی که 9 ساله از نزدیک در سخت‌ترین لحظات نفسگیر جنگ و رزم بی امان در اشرف شاهد اون بودم. دو نفر؟ نه، یک نفر. صدیقه در این سالها سایه‌ای از مژگان بود
و از خودش هیچ نداشت. او مظهر بیشکاف بودن و شاخصی از خضوع و فروتنی و تواضع مجاهدی در عین مسئولیت پذیری و با سوزن کوه سخت رو شکافتن بود. ما مجاهدیم در این سالها هیچگاه احساس نکردیم بالای سرمون دو نفر هستند. آنها یک نفر بودند و این بالاترین ارزش صدیقه با تمامی صفات مجاهدی خودش در این دوران بود که در شرایط خطیر 89 ساله گذشته راه رو باز و پیکان رزم ما رو در اشرف تیزتر و تیزتر می‌کرد. خواهر مجاهد عزیزم صدیقه در سخت‌ترین سال‌های اخیر مسئولیت تمامی بدنه و ساختار تشکیلات اشرف رو بر عهده داشت و در پیشبرد همه پرونجه‌ها و صحنه‌های مختلف جنگ و رزم ما در اشرف من همواره شاهد تلاش‌های بی‌وقفه و پرکاری بی‌نظیر او بودم. با وجود سنگینی و دشواری مسئولیتش در همه صحنه‌ها همواره برایم الگوی صبر، متانت و جنگندگی و خلوص و بکارگیری جمع و راه باز کردن برای بقیه بود و همواره او را و ارزش‌هایش را نصب العین خود قرار داده و خواهم داد. از مژگان نمیدونم چی بگم. از صحنه‌های سخت و پیچیده کارزار سیاسی و ملاقات‌ها، از تصمیم‌گیری‌های خطیر در میدان نبرد، از نگهبانی از شرافت سازمان به دور از ذره‌ای سازش و تسلیم و ذلت، از اشک و بغضش وقتی مجاهدین در 6/7 مرداد مجروح و شهید می‌شدند و خودش در صحنه در کنارشون بود، از استواری عزمش در جنگ با دشمن، از شجاعت و ریسک پذیری‌هاش، از عواطف سرشار انقلابیش و اراده سترگش در تغییر دادن هر اون چی که نباید باشد، از زنده بودن و پویاییش، از شادابیش. ولی شاید بهترین تعریف از او در فرهنگ انقلاب چیزی است که سالها پیش شنیدم. او در عین دوری از خواهر مریم وصلترین و نزدیکترین به او بود که به واسطه وصلش همه مجاهدین و تمامیت اشرف رو در این سالها زنده و جوشان و وصل نگه داشت و سرفراز و پیروزمون کرد. البته که به حق او بالاترین ثمره انقلاب خواهر مریمه که امروز در پایداری و جنگ تمامیت اشرف و به خصوص در کسوت قهرمانانه زن مجاهد خلق، هزار زن مجاهد خلق به گل نشسته. در همین جا لازم می‌بینم از خواهر مجاهدم زهرام ریخی به عنوان مسئول و هماهنگ کننده دفاتر ریاست جمهوری اسم ببرم. مجاهدین اشرف نقش بیبدیل زهرا در کنار خواهر مریم در رهبری کارزار گسترده سیاسی در این سالها رو هرگز فراموش نخواهند کرد و ما اشرفی ها خودمون رو همواره مدیون و سپاسگزار او میدانیم. خیلی حرف دارم از همه چیز، ولی چون فرصت کمه حرفامو کوتاه میکنم و در برابر شما تعهد و سوگندم رو میخورم. امروز در اشرف در کانون استراتژیکی نبرد با دشمن ضد بشری در برابر قرآن و کلام خدا و در برابر راهبری عقیدتی مجاهدین و در برابر جمع مجاهدین سوگند می‌خورم که به الزامات و تعهداتی که این مسئولیت به عهده‌ام گذاشته پایبند باشم و برای برداشتن بار آن تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم تلاش کنم. از خدا، از رهبری و از تک تک برادران و خواهران مجاهدم برای انجام این مسئولیت درخواست کمک و راهنمایی دارم. و سلام علی سیدت نساء العالمین.
شهیدان را. پیمان و حد رزم قدم عز مجاهد که با رزم خیش به غم را ارارت ز بنیان قسم. به با صبح آزادی روده ها به جنگی خامون ایمان قسم. تبریک و سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت. امروز روز رهایی مردم ایران رو یک بار دیگه ناقوسش رو به صدا در آوردید و به دشخیم گفتید که اون روز نزدیکه و به مردم ایران گفتید که روز رهایی هرچه بیشتر و بیشتر از قبل در دست رسه. درود به همه شما. اشرف را خاموش کنند. حالا این شمایید که سراسر ایران را نور افشان می کنید. انتخاب مسئول اول در این شرایط قطعا مجاهدین را مستحکمتر، منسجمتر، مهاجمتر، جنگندتر و شکست ناپذیرتر می کنند. و برعکس سیلی محکمی به ولایت فقیه هست و او را قطعا می ترساند و می لرزاند و بر شقه و شکست و انزوای او می افزاید. اونچه که امروز شاهدش هستیم شکوفه پایداری 9 سال است. اون رنج های طولانی، اون شهادت ها و جراحت ها، ربودن برادران تو، کشتار حامیان و دوستان عراقیتون، محاصره و قطع ارزاق و سوخت و مواد غذایی، جلوگیری از دسترسی شما به درمان و دارو و همچنین مرگ جانگداز خواهران و برادران بیمارتون که امکان نجات اونها وجود داشت. بله، لحظه پرشکویی که امروز در اجتماع شما خلق شده برآینده همه این دستاورد هاست و باید گفت که برآینده همه این تلاش ها و پایداری پرشکوه شماست. به همین دلیل در خلق این پیروزی همه حامیان شما شرکت داشته و دارند. همه اشرف نشان ها و یاران از خودگذشته شما که ماها و ماهاست در ژنو یا واشنگتن در حال تحسنند.
و همچنین کسانی که در چارگوشه جهان در دفاع از شما سر از پا نمی شناسند. بله، اونها هم در انتخاب شما سهیم و شریکند. حقیقت این است که الگو و راه حلی که خامنه‌ای برای حفظ رژیم سر هم بندی کرده بود شکست خورده است. میگویند خامنه‌ای روز به روز در حال رفع و رجوع کشمکش درون رژیم است تا مردم ایران کمتر از این بحران با خبر شوند. اما همه میدانند که هیچگاه مثل امروز ولی فقیه رژیم دچار ضعف و تنگنا نبوده است، به خصوص که جبهه منطقه رژیم هم در حال فروریزی است. قطعاً تحولات ماهای آینده و پیشرفت انقلاب های مردم خاورمیانه تکیگاه های این رژیم را یکی بعد از دیگری در هم می شکند و خواهیم دید که دار و دسته خامنه ای در چه باطلاقی فرو خواهند رفت. مطمئنن اون روز فرا خواهد رسید. همچنین جناح مغلوب رژیم را بنگرید که مدتی با نقاب سبز به مخالفت با رژیم تظاهر میکرد، اما از یک طرف به خاطر تهدیدها و مانورهای خامنه‌ای و از طرف دیگر در وحشت از سمتگیری قیامها علیه موجودیت رژیم به دفاع از قانون اساسی ولایت فقیه و حفظ رژیم کمر بست و امروز جز فراخوان به سکوت و تسلیم و البته لجن پراکنی خصومت علیه مجاهدین رسالتی برای خودش قائل نیست. حقیقت این است که امروز تمام رژیم، یعنی هم جناح غالب اون و هم جناح مغلوبش، در بنبست هستند و اوضاع از هر طرف که بچرخد به زیان آنهاست و راه یا روزنی در برابرشان نیست. تمایل جوشان مردم ایران به سرنگونی رژیم ولایت فقیه که در قیام‌های بهمن و اسفند به خوبی نشان داده شد راه خود را به سوی پیروزی باز می‌کند. انتخابی که امروز شما به آن پرداختید، جمع شدید و اون رو جشن گرفتید و لحظه غرور آفرینی که امروز شما خلق کردید، پیامش قیام و مقاومت و ایستادگی تا به آخر برای زنان و جوانان و قیام آفرینان و بشارت پیروزی برای مردم ایران است. بشارت پیروزی بر رژیم ولایت فقیه. شما امروز در این صحنه شورانگیز یک بار دیگر الگو و راه حل و راه و راهنما را به همگان نشان دادید که اشرف است و مبارزه اشرف نشان برای تغییر و دگرگونی بنیادی در ایران و دستیابی به مقصد بزرگ مردم ایران که آزادی است.